سلام رفقا، به پلاتو خوش اومدین. غیر از ویسای جنجالی مخ زدن کنعانی زاده برای بردن یه دختر تو اتوبوس تیم ملی، حالا فیلمای چت این مدافع تیم ملی با همین دخترم بیرون اومده که خیلی پر سر و صدا شده. ها بگو ببینم. شما بگو. من 28 قطعی شد میام. 28 میشه چند؟ این فیلم ما برای کنعانی دردسر جدیدی به وجود آورده، پس این ویدیو رو از دست ندین تا ببینیم چه اتفاقاتی افتاده که این فیلم ها بیرون اومده. دوباره از طرف تیم ملی فوتبال سر و صدا بلند شده. این دفعه نوبت به حسین کنعانی‌زاده رسیده که نگاه ها رو ببره سمت خودش و تیم ملی و حاشیه هاش. ویس و فیلم هایی در اومده از مراحل مختلف مخزنی حسین کنعانی‌زاده برای دوست دخترش تا اونو راضی کنه شب قبل مسابقه با هم باشن. فقط انگار مکان جور نشد و طرفو میخواد ببره تو اتوبوس تیم ملی تا شبونه کارو جمع کنه. کار هم از اردک روپای زن و قورباغه سیگاری رد کرده. پس دقیقا میره سر اصل ماجرا. دخترم که فهمیده قراره امشب بهش لاک پشت نشون بدن، شروع میکنه به ناز کردن. ولی حسین بیخیال بشو نیست که نیست. ماشین شاسی بلند چیزی نده؟ خب یه کاری میتونیم بکنیم. شب تو اوکی هستی؟ ساعت 10:11 مخواستم با هم دیگه اشغال حسابی مختم. اگه اوکی هستی نیم ساعت اوکی کنم. اتوبوس تیم ملی اینجا خواه بعدش رفیقم مختم بریم دوتایی با هم دیگه تو اتوبوس. حسین تو اتوبوس؟ بابا کسی نیست که بعد شما تو اتوبوس رو دیگه کسی نیست. بعد شما ما چون ما تو قرنطینه ایم خب به خاطر همین من قایمکی بیام تو اتوبوس هم بیام سوار کنم و اینه یه دیگه با هم باشم. چه بسید تو نگه من نه عکس فرستاده نه چیزی. چی شد؟ ببینم خب هیچی ندیدم. به فرطاله یکم لخت و پخته هم بود اشکال ندارم دارم تو گوشی من چیزی نگرم خودم بیشتره تو میترسم. خب باشه الان ما تو من میشرسی چه منتظرتم زود بفر. بابا یه دقیقه بفرس بگیری گو خویی چه اوزه بی منتظرتم. باشه خب الان من منتظرتم. من چون باید یه ازمین سری تا دیگه برم سر تامین. الان یه لحظه با باید مک بفرس منتظرتم. تو میتونی کاری کنی من هم قد دلم بخواد بیام قطر شما کار منو درست کنی؟ حالا الان اگه فردا صبح تماس بگیر. به خاطر همین گفتم که دقیقا تو بیای فکر کنی 7-8 روزی بتونم پیش هم باشی. تو 27 گفتی میای؟ حسین یا حسابی آماده یا چه پرو من بابا خیلی بچه خوبی حالا نمیدیم تا من نبین اینجور حرف میزنم ولی کله اومدی قطر برنامه به نام اعتراض بود نگفتم بس کن بعدش اومدی قرنطینه اینا نشدی؟ من دارم میکنیم زنگ بزنم. باشه ای زمان نیسه قربونه تو ببخش. وقتی این ویسا پخش شد با اینکه همه قبلا از کنعانی بارها و بارها حاشیه دیده بودن گفتن امکان نداره. این ویسا الکی و معلوم نیست کدوم بند خدای یه جای دنیا داشته مخ میزده وصلش کردن به کنعانی زادگان. کلن هیچکس قبول نمی کرد که حسین این کاره باشه، اونم تو اتوبوس تیم ملی. تا اینکه فیلمای چتشون با دختر در اومد که دارن با هم قرارا رو فیکس میکنن. قشنگ مشخصه که نیت کردن تا کنعانی رو زمین نزنن ولش نکنن. حالا اگر ویس کاری نباشه فیلم میدم بیرون. فقط شانس بیاریم این دفعه ملت باور کنن که این خود کنعانیه، وگرنه برای جمع کردن کار فیلمای اتوبوس هم به زودی بیرون میاد. خوابیدی؟ نفس کشیدم. خوبی تو؟ مرسی عزیزم قربونه تو. تو خوبی؟ چه
چرا مثلا تصویر نمیای؟ ببین من تصویری میمدم، تو بعد موقع تماس میگرفتی. یکی بعد موقع تماس میگرفتی؟ یکی باید زنگ بزنم؟ چی؟ صدا خیلی کم میاد. میگم خوبی، چه خبر دیگه؟ قربونه تو، مرسی. تو چه خبر؟ قطر خوش میگذره؟ خداش دوش ما هم خوبی. همه امتحان کنیم الان. آخه عزیزم نه اصلا تصویرت نیستا. یه دست سب و چراغ نورانی شدی. حالا اونایی که این فیلم و ویسا رو دیدن چند دسته شدن که یه عده هنوز میگن الکی و فتوشاپه که با این دسته کاری نداریم. یه عده دیگه هم به کنعانی حمله میکنن که این چرا وسط تمرینات تیم اینقدر حولبازی در میاره و اگه نتونه جلو خودشو بگیره از ایران پا میشن میرن جمعش میکنن تا اتفاق بعدی برای اتوبوس تیم ملی نیفته. یه عده دیگه هم میگن کنعانی تو حریم شخصی خودش هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، هیچ ایرادی هم نداره. مشکل اینه که چرا از اموال تیم ملی سوء استفاده میکنه. اما دسته چهارم اونایی هستن که میگن کار دختره خیلی بد بوده که فیلم‌ها رو داده بیرون. حالا یا با نیت خراب کردن حسین بوده یا برای شهرت و دیده شدن خودش. البته هنوزم معلوم نیست کار خود دختره باشه، اما این دسته همه چی رو میندازن تقصیر دختره. حتی میگن این قضیه برای این بوده که برای حسین پرونده روز کنن تا از تیم ملی خطش بزنن. آخه این قصه تو تیم ملی سابقه داره، مثل رامین رضاییان که قبلا همین بلا سرش اومده بود. آقای حسین کنعانی زادگان هیچ کاری انجام نداره که برخلاف شهر باشه. اینا چیزای ساختگیه که برای جوونا درست میکنن که آیندهشون رو تباه کنن. آینده بسیار خوبی در انتظارش، همینجوری که الان داره توی قطر بازی میکنه و همه ما دعا میکنیم که کارش موفق باشه. اینا کذبه، بشنویم ببینیم ولی باور نکنیم. خیلی از این کارا میشه کرد. امیدوارم اون که این کارو میکنه به زمین گرم بخوره. دوستان همتون وعیده بدید. خلاصه هر چی که هست یا کار هر کی که بوده فعلا ماجرا برای کنعانی دردسرساز شده. آخه خبرگزاری‌ها اعلام کردن پروندهشو بردن کمیته انضباطی که احتمالاً به محرومیتش ختم میشه یا از لیست تیم ملی ختم میخوره و اگر این اتفاق بیفته ضررش رو اول تیم ملی میبینه که یه مدافع خوب رو از دست میده. البته این رو هم باید بگم که این ماجرای جنجالی شدن وایس و فیلم از حریم شخصی فوتبالیستا فقط مختص بازیکن‌های ایرانی نیست. توی جاهای مختلف جهان هم از این دست اتفاقات برای خیلی ها افتاده، مثل کریم بنزما، رونالدو، دوایت یورک و خیلی های دیگه. فقط فرقش اینه که اونا محروم از بازی نشدن، فقط تو زندگی شخصیشون خیلی تاثیرگذار بوده. حالا نظر شما چیه؟ شما جزو کدوم دست از منتقدای این فیلم و وایسا هستید؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسین. لایک و سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. غیر از این ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین.